گرمترین سلام های ما را پذیرا باشید، بیننده و شنونده ای که دیگر از برنامه های نینا هستید. آرزو می کنم در هر کجای دنیا که هستید شاد و سربلند باشید. طی هفته های اخیر جریانات و نیروهای راست اقدام به گرفتن کنفرانس هایی کردند و تمام نیرویشان را به کار گرفته که از بالا و بدون دخالت مردم برای انقلاب در جریان ایران تعیین تکلیف کنند. از کنفرانس جورجتان بگیر تا کنفرانس امنیتی مونیخ و پس از آن کنفرانس بن که با شرکت احزاب ناسیونالیست کردی گرفته شد. این نمایندگان خودگمارده کدام یک از مطالبات مردم ایران در انقلاب زن زندگی آزادی را نمایندگی می کنند و پشت پرده این کنفرانس ها چه می گذره؟ برای ارزیابی تحرکات اپوزیسیون راست به ویژه ناسیونالیسم کرد، امروز دو نفر از رفقای کمیته رهبری حزب حکمتیز خط رسمی مهمان ما هستند. رفقا محمد راستی و سهند حسینی. رفیق محمد راستی، به برنامه امروز ما خوش آمدید. خیلی ممنون. خوشحالم از اینکه در این مورد در خدمتتون باشم و آنچه را میتونم تقدیم کنم. همچنین رفیق سهند حسینی، به برنامه روز ما خوش آمدید. با سلام و خسته نباشید و سپاس از اینکه منو دعوت کردید به این برنامه. رفیق محمد راستی، میخوام با از شما شروع کنم با این سوال: در نشست های جورجتاون و بون چه گذشت؟ لطفاً کمی در این مورد برای ما و بینندگان توضیح دهید. بفرمایید. در جورجتاون 8 نفر نمایندگی مردم ایران که خود واقعا خودگمارده بودن، شما اشاره کردید، جمع شدن، البته تعدادی از طریق نت، و منشوری را بیان کردن که مواد این منشور هیچیش غیر از تمامیت ارضی تا کنون معلوم نیست. معلوم نیست چه موادی دارن گذاشته شده و مورد بحث قرار گرفته. اما آنچه که عبدالله مهتدی مثل نماینده کرد خودش اونجا معرفی کرده و خودش اونجا جاز داده، اونچه از حرفای اون بر اومده نشون میده فقط تمامیت ارضی و اون میتونه بحث کنه. بقیه نکات نکاتیه که فعلا نمیشه ازش برد. ممنون میشم اگه در مورد کنفرانس بن هم توضیح کوتاهی بدید. بله، در ادامه کنفرانس جورجتاون واشنگتن آمریکا، در شهر بن به امکاناتی که عبدالله مهتدی تدارک دیده بود کنفرانسی گرفته شد که زیر این عنوان، این عکس العملی که از طرف ناوندی همکاری از طرف حزب دموکرات کردستان ایران، این موضع گرفته شد و اعلام کردن این خط قرمز ماست، به عنوان روشنگری و با دقت نگاه کردن به این موضوع این کنفرانس برگزار شد. انگار که عبدالله مهتدی نماینده جورجتاون و نماینده رضا پهلویه که به احزاب و مخصوصا حزب دموکرات کردستان را برای این مواد آماده کنه و تقبل کنه که اون هم به این ائتلاف بپیونده. عبدالله مهتدی در این کنفرانس آشکارا میگه اساس برای من، اولویت ترین موضوع برای من مسئله ائتلافه، ائتلاف با جریاناتی جدی که بتونیم در درجه اول از جمهوری اسلامی عبور کنیم. این که چگونه عبور کنیم، چی بیاد جا، چطوری بشه، اونو گذاشته برای بعد از این که جمهوری اسلامی سرنگون بشه. و در این رابطه حسن شرفی نماینده حزب دموکرات اعتراض کرد و گفت تمامیت ارضی برای ما یه خط قرمزه
و ما نمیتونیم اینو بپذیریم. البته ما در طی برنامه حتما به اینکه شرکت عبدالله مهتدی در این ائتلاف که چه اختلافایی رو در مرکز همکاری نیروهای کردی به وجود داده خواهیم پرداخت. به سراغ رفیق سهند حسینی میریم. رفیق سهند، لطفاً به ما بگید رابطه تحرکات احزاب راست مخصوصا احزاب کردی چه در سطح سراسری چه در سطح کردستان با تحولات انقلاب در جریان چی هست؟ چقدر این نشست‌های مختلف به خواست و مطالبات مطرح شده از پایین جامعه مربوط هستش؟ فکر میکنم در دو زمینه کاملا متفاوت داره شکل میگیره. زمینی که مربوط به تحولات جامعه‌ای هست که در 5 یا 6 ماه گذشته خیابون‌ها رو به تسخیر آوردن، مراکز کارگری رو غرق کردن و اعتراضات یک اعتراض سراسری برای آزادی، برای برابری، برای رفاه و برای یک زندگی بهتر رو تلاش کردن به دست بیارن. در این متن وقتی که نگاه می‌کنی خبری از تمامیت ارضی نیست، خبری از فدرالیزم قومی نیست، خواستی که مردم داد زدن و فریاد زدن و خواستن به دست بیارن در هیچ گوشه ای از ایران، در هیچ بخشی از جامعه نه مسئله تمامیت ارضی بود، نه مسئله فدرالیزم بود، نه تقسیم کشوری بر اساس قومیت بود، نه مسئله مذهبی که به اصطلاح بخشی از جامعه رو بخواد زیر سیطره خودش قرار بده. وقتی که نگاه میکنی و از دریچه یک آدمی بیطرف به اون نگاه میکنی میبینی که خواست سراسری از کردستان تا تبریز تا مشهد تا هر نقطه ای از ایران یه خواستی برابری طلبانه، یه خواستی بود که آزادی و رفاه و آسایش میخواست، ربطی به مسئله قومی نداشت، ربطی به مسئله تمامی ترزی نداشت. و این یه زمینی هست، یه میدونی هست که مردم دارن رقم میزنن، متن جامعی هست که اومده میدون و خواست خودش رو ببینون. ولی خب اون طرفتر وقتی که از بیرون نگاه میکنید و تلاش های اپوزیسیون راست نگاه میکنید، از سلطنت طلب و راست های افراطی گرفته تا ناسیونالیسم کرد، وقتی که اینا رو نگاه میکنید که میبینید بر متن یه تحرک دیگه ای که راست جامعه در دست آن سلطنت طلب ها با اسم تمامیت ارضی میخواست فاشیست هایی که توی جامعه هست حول این پرچم جمع بشه و ناسیونالیسم کرد هم وقتی که نگاهش میکنید حول فدرالیست چیگری، حول اینکه جامعه رو حول مسئله قومی به استاد قطبی بکنه تلاش میکنه، خاصی که توی جامعه وجود نداره، خاصی که اتفاقا تو این دوره وقتی که نگاه میکنید بی‌ربط‌ترین مسئله ای است که به خود جامعه، به خاص و مطالباتی که توی جامعه بود نگاه میکنید مربوط نیست. اینا خاص، اینا تلاش هایی که این جریانات دارن انجام میدن، تلاش هایی که اتفاقا در تقابل با وضعیتی که توی جامعه هست و نگرانی که دارن که تو این اوضاع بخوان با این مسائل جامعه رو به اصطلاح قطبی بکنن، جامعه رو به اصطلاح منکوب بکنن و یه استیصالی رو اتفاقا رقم بزنن. با عرض معذرت به سراغ شما با یه سوال دیگه به سراغ رفیق محمد راستی میریم. رفیق محمد، شما با توجه به صحبتهای رفیق سهند و صحبتهای قبلی شما میخوام دوباره روی این موضوع تاکید بکنم که روشن بشه این ائتلاف هایی که داره صورت میگیره چه در بین صفوف راست و مخصوصا جریانات ناسیونالیسم کردی با اپوزیسیون راست مخصوصا سلطنت طلبها چه هدفی رو تعقیب میکنه. رفیق سهند به نکاتی اشاره کرد، میخوام برای ما توضیح بدی این ادعای دفاع از مردم کردستان و منافع ملت کرد چقدر حقیقت داره و این احزاب ناسیونالیسم کردی چه هدفی رو تعقیب میکنن. بفرمایید. در اساس همونطوری که رفیقمون توضیح داد
مبارزات مردم ایران، اوضاع انقلابی داخل ایران، 6 ماه زمین و زیر پای جمهوری اسلامی، کشورهای دوروبر، منطقه دوروبر ایران، حتی امپریالیسم آمریکا و اپوزیسیون راست داغ کرده و اینا به جنب و جوش افتادن به هر صورتی که امکان داره جلوی این انقلاب رو سد کنن، بتونن کودتا کنن، نتونن سر انقلاب رو ببرن و اینا را بذارن اونجا مثل موضوعی که تو عراق درست شد. و همه امید این اپوزیسیون راست همونیه که مشابه شد تو عراق دیدن و تجربه کردن. مردمی که تو میدان بودن اون شعارهای انقلابی رو دادن، به هیچ عنوان احساس قومیگری و کردایتی و فارسایتی و عربیگری توش نیست. اینا میخوان شناسنامه کردی برای کردستان درست کنن، نه برای رهایی مردم کردستان، برای خودش، برای اینکه خودشون به مسند و به مقامی برسن. این اولین بار نیست اینها مانع و سد راه مبارزات مردم شدن. اینها در گذشته خود حزب دموکرات وقتی که تو ایران انقلاب شد و مردم ایران علیه جمهوری اسلامی بودن، مخصوصا مردم کردستان به جمهوری اسلامی رأی ندادن، جمهوری اسلامی رو قبول نکردن. دکتر قاسملو پا میشه میره تهران، به خمینی لبیک میگه، عکسش هست، فیلمش هست، در بغلش میگیره، دستشو میبوسه. وقتی ستونهای جمهوری اسلامی به پادگان مهابات میاد، نیروهای حزب دموکرات ازش محافظت میکنند، اسکورتش میکنند، جلوگیری میکنند حزب دموکرات و نیروهایش از تسخیر کردن پادگان مهابات، در حالی که مردم در حال مبارزه بودند، در حالی که مردم سنندج و بقیه شهرهای کردستان در مقابل جمهوری اسلامی ایستاده بودند، در کامیاران مردم و زنان با گهواره بچه شیرخوار در جلوی تانک‌ها ایستاده بودند، اینا اسکورت ستون را می‌کردند. و غیر از این حزب دموکرات بعدتر با سازمان مجاهدین ائتلاف کرد و شورای ملی مقاومت رو درست کرد و بعدتر از شورای ملی مقاومت که بیرونش کردن اومد و اون تقریبا مصادف بود با موقعی که عبدالله مهتدی اظهار پشیمانی کرد از کمونیست بودنش و از به کمونیست ایران بیرون اومد. با عبدالله مهتدی که تا اون روزهای آخر با زور قبول کرد که ما آتش بس یک طرفه باید با حزب دموکرات داشته باشیم، با حزب دموکرات یکی شد. در تمام زد و بندها، از جنگ نیابتی بگیر که به عربستان پناه بردن، از مذاکراتشون با جمهوری اسلامی در دالانهای شهر اربیل، از رفتن به نروژ، از کارهای مختلفی، جمله اینی که حزب دموکرات و عبدالله حزب دموکرات جداگانه 2017 و بعدتر هم چند بار به خدمت این رضا پهلوی رفته و ازش خواسته که با هم همکاری کنن. من چه بگم، آخر کارگران کورپسخانه در منطقه بوکان را نماینده هاشون شوراشون را دستگیر کرد حزب دموکرات به نفع صاحب کوره ها. در سوما برادوس دهقانان رو دستگیر کرد که مبارزه بر بابا، ساختمان مقر پیکار رو با آرپیجی رو پیشمرگای بدون اینکه اطلاع داشته باشن ویران کرد و جون تعدادی از کمونیست‌ها را گرفت. جنگ 4 ساله را حزب دموکرات با کومله، حزب کمونیست ایران، که تنها گناهش افشا کردن سیاست‌های معامله گرانه حزب دموکرات بود علیه جنبش خلق کرد، با کومله 4 سال جنگ کرد و صدها نفر از عزیزان ما را به قتل رسوند.
هر چی از یک اتحادیه آخوندهای کردستان هر دوتاشون با هم دفاع میکنن و ازشون استقبال میکنن. از کجاشو نگاه میکنی این تاریخ؟ میتونی یک لیست بلند بالای خیلی بیشتر دینا ردیف کنی از کارهای ضد انقلابی و ضد مردم کرد که همش به عنوان اینکه برای منفعت و برای دفاع از مردم کرد ما این کارا را میکنیم به میدون اومدن. عبدالله مهتدی از اوائل جدا شدنش از حزب کمونیست ایران به مقر حزب کمونیست ایران و کمره حمله کردن، اتحادیه میهنی اومد اونها را از هم جدا کرد و خلع سلاحشون کرد. کسایی تو خود مقرش سازمان میداد برای کارهای ضد انقلابی، خیلی هاشون که به حرفش گوش نمی کردن اعدامش می کرد بدون اینکه خبر بده که یکی از اونا پسر حیدر قربانیه که اسمش آپو قربانی، اهل سقز اومد ازش شکایت کرد تو دادگاه عربت پرونده این که این حزب مهتدی، باند مهتدی باعث قتل این جوان شده محکوم شدن. رفیق محمد من خیلی عذر میخوام که حرفات نقط میکنم. با توجه به وضعیت اینترنت ایران ما سعی میکنیم برنامه هامون رو خیلی کوتاه ببندیم. اگه اجازه بدید ما این قسمت از برنامه رو همینجا تموم کنیم. من در قسمت دوم برنامه روی همین موضوع و جنایت هایی که در سازمان زحمتکشان یا به قولی باند تبهکار زحمتکشان روی داده حتما از شما میپرسم و به سراغ شما خواهم آمد. فقط اگه اجازه بدید ما اینجا این برنامه رو اینجا تموم کنیم و در قسمت دوم برنامه رو ادامه میدیم. مرسی از اینکه با ما بودید. تا قسمت دوم برنامه روز خوبی داشته باشید. ممنونم. شکرم.